سلام، علی هاشمی هستم، به کلاس ملک دنیا خوش اومدید. تو این ویدیو میخوام برم سراغ تعیین علامت، اما این دفعه برای معادله درجه دوم و فقط میخوام حالتی رو بررسی کنم که معادله درجه دوم دلتای بزرگتر از صفر داشته باشه. توی ویدیو قبلی در رابطه با معادله درجه اول و تعیین علامت ها صحبت کردیم، توی این ویدیو در رابطه با معادله درجه دوم و تعیین علامت صحبت میکنیم و توی ویدیو بعدی حالت های خاص و مثال های بی‌نهایت خوشگل‌تری رو در نظر میگیرم، پس حتما اون ویدیوها رو هم تماشا کنید. فرم معادله درجه دوم بود AX2 به علاوه BX به علاوه C برابر با صفر. اگر دلتای عبارت رو حساب کنم و دلتای من بزرگتر از صفر بشود، پس دقت کنیم ویدیو اختصاص داره به وضعیتی که دلتای عبارت بزرگتر از صفر بشه. اگر دلتای من بزرگتر از صفر بشه، اون وقت دو تا ریشه خواهم داشت. قبوله؟ چه جوری حساب میکردیم ریشه هامونو؟ فرمولمون این بود، دلتا برابر میشد با بی به توان دو منهای چهار تا آ ضرب در سه، و در ضمن ایکس برابر بود با منهای بی مثبت و منفی رادیکال دلتا به روی دو آ. پس من الان دو تا ایکس حساب کردم. حالا که دو تا ایکس حساب کردم، میرم سراغ جدول تعیین علامت. منهای بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت که همیشه باید بنویسم، منهای بی‌نهایت رو می‌نوشیم، مثبت بی‌نهایت هم می‌نوشیم. دو تا ریشه دارم، اسمشون رو بذارم x1 و x2. ریشه کوچکتر رو سمت چپ می‌نویسی و ریشه بزرگتر رو سمت راست می‌نویسی. حالا دوباره باید نگاه کنی به این علامت x2 شما، به این آ باید نگاه کنی ببینی علامتش مثبت بوده یا علامتش منفی بوده. هر چی که علامتش بود می‌نویسی سمت راست. بعد چه اتفاقی میفته؟ وقتی به صفر برسی علامت عوض میشه. اگر اینجا مثبت بشه این میشود منفی، دوباره میشه مثبت. اگر این منها باشه این میشه مثبت، دوباره میشه منها. برای همینه که اینجوری جا افتاده، میگن دو طرف همیشه موافق علامت آ و وسط مخالف علامت آ. اصلا دلیلی نداره تو اینو حفظ کنی اگر دوست نداری. پس چی شد تو ذهنت باید نگهداری؟ میگه من به علامت x2 نگاه میکنم، اگر علامت x2 مثبت بود یا منفی بود فرقی نمیکنه، هر چی که بود مینویسم سمت راست. و بعد به صفر که رسیدم علامتمو عوض میکنم، مثبتم میشود منها و منها میشود مثبت. اینجوری خیلی راحت تر میتونم به نتیجه برسم. و اما سوالی که میخوایم با هم دیگه حل کنیم، 3 تا x به توان 2 منهای 5 تا x به علاوه 2 برابر با 0. من میخوام این عبارت رو تعیین علامت کنم. مساوی با 0 باید قرار بدم که بدونم ریشه هام چی میشه. چه جوری ریشه هاشو به دست بیاریم؟ میتونه با استفاده از روش ریشه گیری، با استفاده از روش مربع کامل، با استفاده از روش دلتا ریشه ها رو به دست بیاری. اما یه روش خوشگل تر من بهت معرفی کرده بودم. گفتم توی معادله درجه دوم هر وقت جمع این 3 تا عدد برابر با 0 بشه، یه دونه از x های شما حتما میشود 1 و اون x دیگه حتما میشه 2 به روی 3. اگر ویدیو معادله درجه دوم ندیدی، حالت خاصی که به یه روشایی گفته بودم که خیلی سریعتر بتونی به جواب برسی، نگاه کن قطعا میتونه بهت کمک کنه. توی اون ویدیو گفتم که وقتی جمع عبارت ها برابر با صفر بشه، یک حتما میشود 1 و یک میشود 3 اون، پس یک 1 یک سان 2 3. میخوام برم سراغ تعیین علامت، جدولام بکشم. منهای بینهایت، این هم مثبت بینهایت، دو تا ایکس هم باید جایگزین کنم. یه ایکس بوده یک، یه ایکس بوده دو سوم. از کوچیک باید به بزرگ بنویسم، پس اول باید دو سوم رو بنویسم و بعد هم یک رو بنویسم. تو میدونی که اینجا جایگاه ایکس هست و اینجا هم جایگاه ایگرگ. عدد دو سوم و عدد یک ایگرگ منو برابر با صفر میکنه، چون ریشه های معادله بودم. میدونی که ریشه معادله همیشه عبارت رو برابر با صفر میکنه. تا اینجا یک بار جدول کشیدم، حالا وقت علامته. نگاه کنم به علامت x2، چی بوده علامت x2؟ بوده مثبت. قرار شد که هر چی علامت اون هست بیام سمت راست عبارت بنویسم، پس سمت راست عبارت هم نوشتم مثبت. حالا یکی در میون علامت ها رو عوض کنم، مثبت عوض کنم بشود منها و منها عوض کنم بشه مثبت. تمام شد. این شد تعیین علامت معادله درجه دوم. برای که بهتر بتونی مسلط بشی حتما باید ویدیوهای بعدی رو تماشا کنی. کلی سوال خوشگل آماده کردم که اونجا با هم دیگه حل کنیم. بی نهایت سپاسگزارم از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لطف میکنید اگر نظرتون در رابطه با ویدیو کامنت کنید. مرسی، خدا نگهدار.